مقام ارشد سیاسی که نخست وزیر اسرائیل را در سفر به فرانسه همراهی می‌کند، بیرا اینترنشنال گفته که نتانیاهو در گفتگو با امانوئل مکرون از او خواسته که پشتیبانی خود از خیزش مردمی در ایران را شدت بخشد. همکارم بابک اسحاقی از پاریس همراه ما شده. بابک، از دیروز خب داریم میشنویم راجع به اینکه محور اصلی این دیدارها جمهوری اسلامی، جزئیات رو بیشتر برای ما بگو، چه مسائلی رو مطرح کردن تا حالا؟ باید گفتش که در اولین سفر خارجی نتانیاهو در پست نخست وزیری در دولت تازه، او به آشکارا نشان داد که به همان سیاست گذشته خودش، یعنی به گفته رسانه‌های اسرائیلی شمشیر را از رو بستن بر علیه جمهوری اسلامی ایران رو آورده. و از دیروز که ما آقای نتانیاهو را همراهی می‌کنیم، هر کجا و در هر مصاحبه و در هر دیداری از خطرات رژیم ایران سخن گفته، از برنامه هسته‌ای ایران، از پشتیبانی جمهوری اسلامی از ترور، و تلاش کرده که به شدت به جمهوری اسلامی ایران هشدار بده، او را هدف حملات خودش قرار داده و از خطرات جمهوری اسلامی ایران برای اسرائیل و برای جهان با همه گفتگو کنه. دیروز در کاخ الیزه در همین راستا بنیامین نتانیاهو با مکرون دیدار کرد و در این دیدار مرکز سخنان محور جمهوری اسلامی بود. او از مکرون خواست که تحریم‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی روا بداره. او خواست که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را مکرون تلاش بکنه که در اتحادیه اروپا در لیست تروریستی قرار بدن، و او در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد که باز مکرون را راضی بکنه که به هیچ عنوان به برجام باز نگردند. در کنار این، همانطور که گفتیم، یک مقام امنیتی به ایران اینترنشنال گفته که در صحبت‌هایی که نتانیاهو با مکرون کرده، مسئله خیزش مردمی در ایران را نیز او به گفتگو گذاشته و از مکرون خواسته که بر پشتیبانی برای ملت ایران تأکید بکنه و او را شدت ببخشه. نتانیاهو در این گفتگو، این مقام گفته استش که 500 نفری که در این اعتراضات کشته شدند، آنها کشته نیستند بلکه به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و باید برای خونخواهی اونها تمامی جهان تلاش بکنند. همانطوری که گفتم، به نظر میرسه که برخلاف دولت پیشین اسرائیل به رهبری بنت و لاپید که تلاش میکردن که از پشت پرده کار بکنن و در مسائل بین المللی به این صورت صحبت بکنن، بنیامین نتانیاهو تلاش میکنه که آشکارا همه مسائل را نشون بده. او در رابطه با گزینه نظامی هم سخن گفته و گفته که گزینه نظامی همیشه روبروی اسرائیل هستش و اسرائیل حتی اگر لازم باشه به تنهایی میتونه از خودش دفاع بکنه. در کنار این، مسائل دیگری مانند نزاع اسرائیل و فلسطینیان هم با مکرون گفتگو شده و همچنین روابط عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای عرب و مسلمان هم در این گفتگوها گنجانده شده. دیروز اعلام شد که اسرائیل با کشور چاد، کشور آفریقایی مسلمان چاد، روابط عادی سازی را شروع کرده. همچنین وزیر خارجه اسرائیل از خارتوم، پایتخت سودان، دیدار کرد و همچنین با آنها در همین رابطه گفتگو کرد. ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از پاریس.